سلام، با یه نیم نگاه دیگه در خدمت شما هستیم. این دفعه کنار علی گودرزی، هرچند قبلا ازش رونمایی کرده بودیم ولی تا حالا باش نیم نگاه نرفته بودیم. الان یه فرصت خیلی خوبی شد. یه سلام کن علی. سلام به خودت، سلام به کاوه، سلام به همه بچه‌ای که دارن نگاه میکنن. خیلی خیلی خوشحالم واقعا این فرصت پیش اومد که توی نیم نگاه باشم. من همیشه تو کامنت ها با بچه‌ها در ارتباطم، حالا خیلی خوشحالم الان توی نیم نگاه هم هستم، حالا بیشتر در ارتباط با بچه‌ها باشیم. امیدوارم لذت ببرن، مطلب خوبی باشه. الان 40 دقیقه فرصت داریم. آره. که تستو بریم ساعت 8 و 20 دقیقه. میخوای کانتینیو رو بزن؟ آره. سری نه نه بریم نیو گیم، چون دیروز نازل اوکی اوکی بزن بزن. یه درد سری درست کرد که باید داستان نیو چیه؟ الدر رینگ یه نتورک تست گذاشته، بعد علی کد پلی استیشن 4 شو گیر آورد، همینجوری زدی رفت تو آن. اون اولش نگفتی. الان میگیم، حالا میگیم. آره. جنگی بریم. میتونیم چیزای مختلف برداریم ظاهرا. بعد الان ما اومدیم روی پلی استیشن 5، اون نسخه پلی استیشن 4 رو که کدش رو داشت علی نصب کردیم تا یه نگاه بریم ببینیم که چه ویژگی هایی داره این نتورک تستش. خب از اول ببین، اول توضیح بده. آره. اولش که میگه یه کلاس انتخاب بکنید، منم کلاس بلادی وولف رو انتخاب کردم. بلادی وولف یه کلاسیه که خیلی مثل کلاسای واریور مرسوم بازی سولز، قیافش هم خیلی شبیه آرتوریاس ابیس واچره که طرفدارای سولز میشناسننش از دارک سولز 1. البته من اولش با یه اجازه میگرفتم از تو آرایس و صادق که سولز بازی اصلی هستین. من پیر شدم دیگه، یعنی سکیرو هم حتی فقط یکم بازی کردم که بتونم توی چیزا باشم، چی میگن توی این نظرسنجی بهترین بازی سال باشم، بازیش کردم. خب این چیه؟ این اسمش لاست گریس، همون نقش بونفایر رو داره برامون. و اینم مؤلفه‌ای که بهمون در اختیارمون قرار میده، پاس تایم که میتونی باعث بشه که زمان بگذره، مثلا آنتی لافتر رو بزنیم میمونه اونجا استراحت میکنه، زمان میگذره، نشون میده که زمان تو بازی داینامیکه، یعنی کاملا پویاست. و فلاسکاتو میتونی منیج بکنی، مثلا چند تا فلاسک داره؟ دو تا اینجا باشه. دو تا فلاسک داره، یعنی فلاسک جادو تو پر میکنه، یه دونم سلامتی تو مثل بازی قبلی سوس. حالا این چیزی که الان انتخابی که الان در اختیار ما قرار داده اینه که تو میتونی سبک بازی تو الان تقریبا سبک بازی تو مشخص بکنی، که مثلا دوست داری سه تا فلاسک سلامتی داشته باشی یه دونه جادو، یا سه تا فلاسک جادو داشته باشی یه دونه سلامتی. خب اینجا یعنی مثلا اگه پروفیت برداری، پروفیت جادو بیشتر به دردت میخوره تا جون. آره. الان ما مثلا خیلی جنگی و شمشیر زنی میخوایم بریم جلو، استقامتمون بیشتر نیازه دیگه. بعد ممورایز اسپل هم که میتونی جادوهای جدید یاد بگیری. سورت چست هم که سورت چست یه ویژگی جدیدیه، یه مثل گاف صندوق میمونه، همون اینونتوری مونه در حقیقت. آره. خب آره، یه اینونتوری جداه که فقط توی این لاست گریس ها در دسترسته. که آها فهمیدم. آره، آیتم های اضافه تو میذاری توش. آره، اگه دیدی سنگین شدی اینا میذاری تو که هم عمد باشه که گمشون نکنی، همین که سنگین نشی دیگه. آها خب. و اشز آف وار هم یه حالت جدیدیه که به بازی اضافه شده، مثل کامبت آرتس سکیرو. این یه مؤلفه‌ای که قشنگ معلوم است سکیرو به این بازی اضافه شده. خب هر سلاحی که تو به دست میاری یه اشز آف وار خاصی داره، یه یونیک ابیلیتی خاصی داره. حالا این یا میتونه جادو باشه یا میتونه یه فن باحال باشه. حالا خب. سری بریم جلو و زدن و استفاده کردن. اون ماجرا که یه گیمر دیگه است که می‌بینیم چه جوری اینجا هم مردن، این برام سوالی میشه، به من توضیح بدی. شاید پی وی پی زدن مثلا اون خونه‌ای که اونجا رو زمینه. آره، یه سری اینجا بنده خدایی هستن که مردن. آره. یعنی یکی هست شده نشستن بازی کردن. آره احتمالاً. بعد اینم که همون پیامه طرفداراست که همون سیستم سوشال خاص بازیه. خب بریم جلو. اولش چند تا دانجن می‌ریم، بعد خودمون رو لول اپ می‌کنیم، دنیا رو نشون می‌دیم، دنیا بازی نشون می‌دیم به طرفدارا، به بچه‌ها که نگاه می‌کنن، و آخرش هم میریم یه سری باسا رو به بچه‌ها نشون میدیم، یکم باهاش مبارزه میکنیم. البته نمیخوایم زیاد باسا رو اسپویل بکنیم برای بچه دیگه. آره، هدفم اینجا نشون دادن خود باساست، چون یه زمان خیلی کوتاهی هم داشتیم. آره. برای تجربه، شاید وسطش بمیریم. آره. دیگه خیلی توجه نکنیم به ظاهرش. آره. توجه کنیم. باسا دیگه نمک بازی میازه. اون آجاقا کیه؟ الان میرسیم بهش. اینجا هم مولتی پلیر داره توضیح میده. جنگی بود بریم بریم که نیم ساعت وقت. آره به اون فکر نکنم خیلی. این فکر کنم یه مرچنت باشه، یعنی یه کسی که باش میتونی ترید بکنی، خرید بکنی. مثل همون بازی های قبلی سری سورس، بازی میازاکی، ام پی سی ها رو بزنین دشمنتون میشن. آخ آخ. بعد هر دفعه همینجا لود شه اون ام پی سی دیگه دشمنت باید میجنگی، نزنینش. بعد مجازات میکنین. آره. تصمیم عجیب گیمر رو. خیلی باحال بود. ما این نیم نگاه رو دیروز ضبط کردیم. آه. و
بعد سه تا مشکل پیدا کرد، نتونستیم اونو چیز کنیم، منتشر کنیم. الان آخرین فرصتمونه، گفتیم دیگه سر صبح ساعت 8 بیایم بشینیم بازی کنیم که بتونیم یه نیم نگاه حداقل ازش بریم. الان دیگه کجا میری؟ من دارم میرم سمت یه دانجن. الان یه لاست گریس دیگه هم پیدا کردم. این لاست گریس با یه سری بارقه نور تو آسمون سیگنال بهت میدن که مثلا من اینجام، تو بری اون بارقه نور رو دنبال بکنی و برسی بهش. اون بابا نوئل اون گوشه؟ خیلی شبیه شباد روش. داستان بازی در چه رابطه است؟ ببین از داستان اطلاعات زیادی نداریم. اون تریلرایی که بهمون نشون دادن بیشتر نقش دنیا سازی رو برامون داشتن. ما اسممون یه شخص، ما از نژاد تارنیشیم. خب تارنیش به معنی لعنت شده. ما توی سرزمینی اسمش The Land Between. خب یه سرزمینیه که خیلی مثلا همه چی خوب و خوش و خفن بوده توش. ولی این یارو چیا میفروشه؟ میتونی چیا بفروشی بهش؟ ببین همین آیتمای همیشگی دیگه، مثلا شمشیر و شمشیرهای مختلف و اینا. اون پوله چیه؟ از کجا دست میاد؟ سوله، همون سوله. آره دیگه، دشمن نقشه بزنی. آره خب پس اوکی. بعد تو این سرزمین خیلی همه چیز به خوبی جلو میرفته تا اینکه یه جنگی میشه و از پشت دوربین کابه میگه یکم ولوم بدین، این صدا رو یکم زیاد کنی. آره اوکیه. خب آره. و خیلی همه چی اوکی بوده تا اینکه یه جنگی میشه و توی این جنگ یه اون الدن رینگ میشکن. الدن رینگ انگار یه سورس همه چی، منبع لایزال هستی بخش بود توی دنیا. بعد قبل از این جنگه یه نژادی به اسم تارنیشت افرادش تبعید میشن، یعنی اخراج میشن از این لنز بتوین. حالا معلوم نیست به چه هدفی تارنیشت ها دوباره دارن برمیگردن به این سرزمین و مثل اینکه طرف به دنبال الدن رینگ این شخص. حالا بعد ببینیم چه جوری میشه. یعنی دوباره کامل کردن الدن رینگ. آره مثل اینکه آره دیگه. چون اینکه شکسته کاملا پخش شده همه چیزش. بازی مخفی کاری هم داره. مخفی کاری هم داره. دقیقاً این سکیرو. بعد من اونجا گوسفند دیدم. گوسفندا رو بکشی چیز خاصی بهت میده. گوشت و اینا به دست میاری که تو کرافتینگ به کار میاد. آه اوکی اوکی. تقریبا تمامی مؤلفه‌های همه بازی میازاکی رو داره. حتی از سولز دو هم یه سری مؤلفه تو این بازی پیدا میشه. تو سولز دو تو اگه دو تا فکر کنم طرفدار سولز بچه‌ها خیلی قطعاً خیلی بیشتر از من میدونن، من سولز دو بازی نکردم فعلا. ولی تو مثلا دو تا شمشیر با هم دیگه داشته باشی یه اصطلاحی داره بهش میگن پاور استنس. خب حتی اونم به این بازی منتقل شده، اون مؤلفه خاصی که طرفدار دوستش هم داشتن فکر کنم. هی میتونی دو تا سلاح با هم برداری؟ پری کردی؟ هنون قابلیت پری کردن هم هستش تو بازی. الان Ashes of War این اسمش سپر Ashes of Warش، یعنی اون یونیک ابیلیتیش پری کردنه. خب این چیه؟ الان میگم. اینی که اینجاست، اینی که به سری پیشیده شده، این نقش چک پوینت رو داره. یعنی میدونی چه جوریه؟ ببین یکم اومده بازی رو در دسترس تر کرده برای مخاطب و برای عموم مخاطب. ببینید سخت و بخیر صد صد خوبه به همه بچه سوزوت بهتر میدونین. سختی تو بازی میازاکی یعنی دو بخشه، یعنی سختی استقامته که تو خوب. یه مسیری رو باید طی کنی، یعنی سختی مهارت تو مبارزه است. تو بازی قدیمی اون سختی استقامت خیلی استقامتی و اون چی میگن اون استقامتی که تو در مسیر نشون میدی، یه مسیر طولانی رو طی میکنی و همه چالش ها رو رد میکنی، تو بازی قبلی سولز یا بازی قبلی میازاکی خیلی این سختی بیشتر بود. مثلا تو دارک سولز یک تو از یه بونفایر تا یه بونفایر دیگه حداقل بعد نیم ساعت مسیر طی میکردی و یه اشتباه کوچیک میکردی تموم بود همه چی. تو بازی بعدیش اومد اینو کمتر کرد این قضیه رو و حالا تو این بازی هم میبینی که چک پوینت وسط چیز داری، وسط دانجن ها چک پوینت داری. ولی خب این اصلا اونجوری نیستش که از سختی مهارت داشتن تو مبارزات کم بکنه، همچنان بازی چالشش رو داره. حالا ما از این چه قدرتیه؟ این قابلیت چیزه دیگه، کام Ashes of War. این دقیقا همون فلاسکایی که دو با این فلاسک آبی رنگ برای پر کردن این بود. آه دقیقا. خب چه فرقی الان گریس با چک پوینت داره؟ تو گریس میتونی کاری کنی، ارتقا اینا بدی. آره آره. تو چک پوینت نمیتونی؟ نه دیگه. بعد فلاسکت پر میشه اگه بمیری بیای چک پوینت؟ آره آره آره، همه چیزت پر میشه ولی خب تو اون سولا و اون تجربه رو از دست دادی دیگه. با
بعد دوباره برگردی جایی که مردی، عمل دوباره از اول بدی. یعنی در حقیقت چک پوینت صرفاً زندت میکنه دیگه، اونجا آره. نه ارتقا میتونی بدی، نه میتونی مثلا از تو صندوقت وسایل تو برداری یا اینها. یکی پشت دنبال مثلا یکم صداشو میگه کمترش کن. آره یکم کاوه اون پشت ما رو حواسش به ما هست. آقا پلیس بیداره. آقا پلیس بیداره. خب اینجا باسه طبیعتا. آره این باسه این دانجنه. ببینیم چجوریه. خیلی خسته به نظر میاد. خیلی شبیه دشمنای بلاد بورنه. آره میگیم دیگه همه مؤلفه‌های بازی مختلفشو داره. قیمه ها ریخته رو ماستا. دقیقاً. خب خدا رو شکر. خب شما استامینات تمام میشه. الان یه فلاس بزنیم. بابا یه دقیقه پشت تو بکن. اگه میخوای پری کنی بگو. نه منتظرم از پشتش بیاد. آها میخواستی کریتیکال اتک بزنی. آره درد سر پریو. سر صبح هم هست. سر صبح هست. سر صبح ناشتا نایمدیم. صبحانه خوردیم. اگه براتون سواله. سر صبح تو بازی میازاکی شروع کنی. واقعا اون روز روز خوبیه. چیزی برای از دست دادن واقعا اون روز روز خوبیه. دشمناش خیلی به داد زدن علاقه داره. نه یه استامین هست دیگه. کلن بازه فرام سافر هرچی بیشتر طول بدی دشمن رو بکشی حرکات جدیدتری بهت رو میکنه. خود بازی داره بهت میگه که بکش بکش بره چون یه چیز جدید رو میکنه. استامینا آخ بابا بی خیال زئوسی مگه بابا ولمون کن دیگه بابا مرد؟ آره خب. نمون شد. خب این از اولی دیگه الان این چه باسی بود؟ مینی باس بود یا باس اصلی بود؟ آره مینی باس بود فکر کنم. یه باس زدیم آره مینی باس دارم. خب یه باس تری مینی باس در اومده. چه فرق؟ از کجا میفهمی مینی باس یا باس؟ الان نوشت فو ون کشتیه. خب یعنی مثلا یه دشمن گنده ای رو زدی خب ولی مثلا یه باس درست حسابی بزنیم نیست گریت فو ون کشت ولی خب چیزی از ارزش های محکم نیست. اگه براتون سوال من اینا رو میدونم اینا رو میپرسم بر اونایی که نمیدونن. آره بعد ببین مثل بازی جدید آر پی جی که به ته دانجن میرسید مثلا برای اینکه کل راهو برنگردی گم نشی اینا اینم اومده یه قابلیتی گذاشته که سریع اینو میزنی و برمیگردی به ورودی دانجن. اینجا چیز خاصی نداره شمشیری ممشیری چه شمشیر برداشتم. عباسه میفته از باسه یه سری چیزا افتاد یه لوتی هم اونجا بود اونم برداشتم ولی یه شمشیر سمت اون گورگا بودش که اونم برداشتم از این چیزا از این نیزه دو سر الان میتونیم خودمون رو آپگرید کنیم لول اپ کنیم. آره لول اپ لول اپش نیومده فکر کنم با اون خانومه باید حرف بزنیم. آره دقیقاً یه دختر خانومی هست. آره طرف دارم حسابی ارادت دارم بهش. آره از همین الان رفت بعد اون تریلر خیلی حال کردم. خب اونو کجا میبینیم؟ هاش اون دختر خانوما الان بهش میرسیم الان میرسیم سمتش. حرکت بد منجی یعنی که شمشیر تو بد جایی میزنم. این هم آیتم هم که به سبک بازی های میازاکی همیشه یه تفاوت رنگی خاصی با رنگ‌آمیزی محیط دارن که تو از دور که می‌بینی توجهت بهشون جلب بشه بهشون به سمتشون حرکت بکنی و فرام سافر هم همیشه همین جوریه دیگه. وسط این مسیر هزار تا تله گذاشته که اگه حواست بهشون نباشه بعد جوری مجازات میکنن. حالا دیروز که ضبط می‌کردیم یه دشمنی رو نشون داده که شیپور داشت. آره الان کجاست؟ جلب می‌کنیم سمتش. سمت تو کمپ همیناست. ای چرا من این بذارم؟ خیلی موفق نبودی تو مخفی کاری. دیدیم. خب چیز ای الان این سمت بود
فکر کنم اون سمتی بود که داشتیم میرفتیم. آره همین سمت... جاده رو بعد مستقیم بریم. آره. آره. اون پشت. ما نیم ساعت وقت داریم. تمام تلاشمون رو می‌کنیم که جنگی بریم. بیست دقیقه است داره میگه نیم ساعت وقته. اگه براتون سواله یعنی این چیه؟ چیه؟ یه از چیز چندشیه. آره اینو بزنی فلاسک جونت پر میشه. یه قابلیت جالبی پر بودی که چرا زدیش؟ آره. یه قابلیت جالبی که بازی اضافه کرده اینه که تو یه سری یه تعداد دشمن رو تو محیط بکشی فارم بکنی اتوماتیک فلاسک جونت هم پر میکنه. یعنی خیلی خوب داره از مؤلفه‌های اوپن ورلد بازی اوپن ورلد استفاده میکنه میازاکی. خب الان این ببینتت اون یارو شیپور میزنه؟ نه شیپوری اون پشت این رفیرش بچه ها یه حرفه ای شده تو پشت ملت رفتن زدن اونه شیپوری اون شیپور بزنه چی میشه؟ شیپور بزنه همه کل پادگانشون میزن دنبال اون پادگان صف پنجت کرمان صف پنجت کرمان اینا رو دیگه گردن کلوف به نظر میرسن آشکارا اوکی بمیر جهان من ای با صحابی بره ممکنه تو خدا بر تو بیشتر قابلمه است تا سپر آره یعنی تو اون قضا میکفتن این نامرد رو ببین آره البته نامرد البته اون که نمتوش خود دست پش میزنی همه رو اون میگه نامرد خب اون چی کار کنه خدا اینم اومدی وسط پادگانش آره زئوس هم که کمکت میکنه آه. غیر از لایتنینگ چیزی دیگه هم داره؟ تو بله دیدی؟ بله چون بسه دو آفری اسب تو کی میگیری؟ الان میگم الان اسب هم میگیری یه اسب داره از تو جیبش در میاره آف اشتباه اسب ظاهر میشه ولی اسب نیست آره معلوم نیست چیه ترکیب اسب بود گاو بود اولاغ و آره. گاو خرگاف مثل گریفین هست این افسانه ها که ترکیب اسب و انسان دیدی؟ آره خب الان این فانتزی خاص فرام سافتویر دیدی؟ یه سری کالسکه هست که لوتای باحالی داره این کالسکه ها رو معمولا یه تعداد زیادی از نیروهای دشمن محافظت میکنه ازش ما اوکی. از این کالسکه یه چیز برداشتیم آرمورر کوک بوک یعنی یه سری دست نوشته از یه شخص آرمور سازه که بهت کمک میکنه بتونی چیزای جدید بسازی یه زره و از این چیزای جدید خب یعنی تجهیزات اون داستان تجهیزات این کرافتینگ داره آره بازی آره اینقدر جنگی دارم میام جو اصلا نمیدونم چی میام میدونم این هاش خانم آره آره الان میاد خدا یا خانم بعد احسن نباش کن بازی فرام سافتویر همیشه یه دیدی دیگه همیشه یه شخص دیگه الان نه یا این توی کامنت ها بگین هاش خانم هاج آقا چرا گفتی من تیک کلام هم ببخشید آره یه عکسی کاوه میگه گذاشته الان داری میبینی حتما دیگه آه ملینا چرا؟ آه ملینا کیه؟ ملینا هم همراه ماست تو این قضیه و یه شخصیتیه که قصه خاصی احتمالاً پشتشه. ببین دستش هم انگار زخمیه. آره. و چشش هم که از دست داده و انگار به ما کمک کرده که وارد این لند بیتوین بشیم. چی یادم میاد؟ The Land Between. خب و این سرزمین هم خیلی از افسانه های سلتیک مثلا اینکه الهام گرفته در طراحی این سرزمین مملکت و جورج آر آر مارتین هم بالاخره آره نویسنده سری کتاب های گیم آف ترونز الان بارندگی شد آب و هواش کاملا داینامیکه بازی تأثیری هم میذاره سردت میشه فکر کنم مثلا بارندگی بشه ممکنه رد و برق بزنه تو بازی سولز هم دیدی یه رد و برق میزنه بهت کل راهی که رفتی و میمیری تو چیز هم این هستش تو لجند آف زلدا ما فهم دیگه صد دست سلاح فلزی که برداری تو محیط های که رد و برق هست طوفانیه بعد مراقب باشی دیگه میزنی روت چرا لول اپ چوبی برداری ببین ترید رو الان بزنم میاد اون اسب اونو به اون میده اسب چیه دیگه آها همون چیزه آه. حلقه هه که میتونی باش آره. اسب رو سامن کنی آره آره میگم کلا خیلی با حلقه چیزه اینو خیلی قراره ببینیم چیزایی مثل حلقه و
دقیقا آره خیلی علاقه داره به این موضوع حلقه. نه اسم دارک سولز هم جالب بود، مثل اینکه اسمش قرار بود دارک رینگ باشه، بعد مثلا تو بریتانیا دارک رینگ معنی خوبی نمیداده، بعد تصمیم گرفتن دارک سولش بکنن. اما مثلا وقتی میخوای آپگرید بکنی خودتو لول اپ بکنی، خیلی شاعرانه و خیلی اپیک میاد دستشو میگیره، خیلی جالبه. یه لول اپ شد. خب الان من یه دونه سلامتی میبرم بالا. یه دونه اینا چی ان؟ اینا همون همیشگی همون مؤلفه های خاص بازی سولزن توی که شخصیت رو شکل میدن دیگه. ویگور که میشد سلامتی، مایند همون قدرت ذهن و چیزای جادویی بود، اندورنس میشد استقامت که میتونید سلاح‌های سنگین برداری، استرنث قدرتت، دکستریتی همون حمله های رنج و چابکی، اینتلیجنس و فیس و آرکین هم برای همون استفاده از قدرت‌های جادویی. آرکین مثل اینکه تو بلادبورن هم بود برای کم اندازه‌گیری چیزای جادویی. من حافظه بچه ها میدونن فراموش کردم، بعد یه زمانی به بعد رو فراموش کردم به دلایلی، به خاطر همین با اینکه بازی کردم الان نمیتونم کمکت کنم، یادم رفته، یادم میره. یک رو وقت داریم چقدر خب. زود گذشت، زمان زود میگذره. خب الان بارو تو دانجن میخوای؟ آره آره میرم یه رینگ این رینگو اسان کردم. اخ خرگابتا. آره. سوت میزنه خرگابش میاد. میتونی یه جلوی نشونش بدی یا نمیشه؟ دوربین نمیره جلوش. واقعا خرگابه. شاخ داره. یه دانجن دیگه پیدا کنیم بریم. چون اسب اینقدر کوچولو نمیتونه قاعدتا باشه. روی اسب هم میتونی مبارزه روی اسب هم خیلی آره دیزاین. پری هم میتونی کنی؟ نه نه پری نه. محدودیت خاص خودش داره و خیلی خوب طراحی شده که تو باید قشنگ زمانبندی دقیقی داشته باشی وقتی میخوای ضربه رو بزنی. تو کنم اون دانجن دومی این سمت بود. دابل جامپ هم داره. دقیقا توی بازی اسب دابل جامپ داره. فقط تو ژاپن میشه پیدا کرد. یه اسبی که دابل جامپ داشته باشه. از بالا که میپری پایین یه حسی میده انگار مثلا پاشو میذاره رو آب. آره خیلی باحاله دقیقا. آدم... آشنا که نباشه میکنم مثلا پاشو گوش رو آب، بعد یه میبینه رفت تو آب انگار، ولی نرفته، فقط صرفا دابل جامپ بتوده. از این کارا این آتیشیه خیلی عجیبه، نزدیکش بشی اصلا آتیشو میگیره به اسب میسوزی در جا. خیلی یارو طرف جون نره راه بره، ولی اون مشعلش تمام زندگی آدم. چه جوریه این؟ فقط یعنی یه محیط اصلیه بعد دانجن دانجن میشه؟ آره. دانجن و چیزای مخفی و آیتمای مخفی و باس و اینا گریس هم داره. آره کلا خیلی طبق تجربه کردش به دست آوردم، دیزاین اوپن ورلد و دیزاین سولزایک تو این بازی خیلی خوب جواب داده. چون دیدی دیگه تو بازی های سولز هیچ نشانگر یا هیچ نقشه‌ای وجود نداره، تو تمام چیزی که تو رو میتونه ببره جلو کنجکاوی توه. خب و اوپن ساختار اوپن ورلد این بازی هم دقیقا همینطوریه، هیچ مپ تو باید خودت پیدا بکنی، مپ خودت باید کامل بکنی. بعد تو مپ اصلا هیچ مشخصه خاصی نیست که مثلا چک مارک بری دنبالش کنی پیداش کنی تموم شد تیک بخوره بری بعدی، همش باید بگردی دنبال چیزهای مختلف. قدرت چی میگن قدرت مشاهده تو خیلی به چالش میکشه، باید شیشتون که حواست جمع باشه. قشنگ داره توضیح میده، اون بنده خدا داره میزنه، این میره اینور از تیر کنارش رد میشه، اصلا حساب نکردی یارو. الان یه چک پوینت پیدا کردیم، دارم سریع دارم جنگی میرم که باسه درش هم برسیم. من نمیدونم چرا 3 ساعت گذشته ما بازیم. خب لوس بازی بیشتر بازی لوس بازی میدونه اگه 3 روز توش باشن پشت سر هم خیلی چیزا پیدا میکنن که قرار نبوده پیدا کنن. آخه محدودیت هایی هم گذاشته، یعنی یه جاهایی هست که دیوار نامرئی داره، تو از اونجا نمیتونی جلوتر بری. آخ بد شد این دفعه دو تا بودن. آره اون دو تا نمیتونستی از اون کارو کنی. یه جونی هم برای این فلاسکی هم برای باس آخر باشه دیگه ها. آره نتورک تستش چند تا باس داره کلا؟ 10 تا باس داره بکنم، 7 تا دانجن داره. خیلی آن 10 تا مینی باس و باس منظور یه... مجموعه دوتاش داره. آره دیگه حالا مثلا اون باس گردن کلوف اینجا هم که تلس دیگه، بازه میازاکی دیدی دیگه کلا یه محیط ها همه تلن. حالا پشت من یه بفهم بنده خدا اومد که قشنگ بدونیم بازی رو فرام سافتور میسازم. یه ظاهری شبیه مجسمه داره. آره آره این گارگولا و اینا شبیه گابلین ها هم هست. بسم الله بسم الله یه به دیگه هم میاد. آره
حالا اگه خیلی کنجکاو باشی میتونیم اون پشت مشت هم بگردیم ببینیم چی. من زود راه افتادم. سری قبل که اومدیم اینجا این هم اول زدی. آره آره. دیروز که ضبط کردیم صدا ضبط نشد. آره. برو برو بالا. نه البته یه 10 دقیقه هم خودش اجازه میده بعدش فکر کنم. حالا شانس ما سری آخرت شاید مثلا به انحاد خیلی شب اسم مجسمه میشینه آدم فکر میکنه جزء محیطه. واقعا راست میگه خیلی نکته خوبی گفتی دقیقاً همون با پا آخه چرا لعنت به آخه جونت نمیره از ارتفاع بیفتی فال دمیجش خیلی کمه ولی اصلا از استفاده خیلی قابل توجه بیفتی ممکنه کشته یعنی با اون فال دمیج کم نادر افتاد پایین مرد. ببین از استفاده عجیبی افتاد نادر اصلا نادر سر زبط اومده بود ولی یه افتاد پایین مرد. آره همون اول دست... هم اول که دست رو گره خیلی بازه سولزلاک جز نقاط قوتش نبوده همیشه آره بازی بیشتر چیز چالشیه مثلا هیدیز رو دوست داره. آره آره خب اینو ما سری بریم. این دو نفرم میان این دو نفرم خیلی کنه هم کنه یعنی حالم از اینا به هم میخوره. بابا ولمون کن دیگه اول صبح اول صبح اول صبح اومدی منو داری میزنی چیه این چی بود من الان شنیدم اوه بیا برو بمیر ای خدا ها اینا خیلی وول میخورن تکون میخورن. آره نمیتونی چیز کنی بری پشتشون بزنی همینو میخواستم بشتم الان یه نه چیز گرفتیم ریجکشن چیه؟ از این جست هایی هستش که میتونی اجرا بکنی مثلا این آه فهمیدم الان این ریجکشن هم یه چنین حرکتیه مثلا آه اوکی داری بریم آره بریم پیش باز آره این دره رو من باز کنم اینجا اینجا هم دوتا رفیق همون هستم ناش هیچ وقت با اونا رفیق نبودم من هیچ رو واقعی نمونده به اینا یه لیول آفی کن حداقل با دو ضربه بمیره سومی لازم نباشه البته این هویت ها کم میشه زد همین که سنگین میزنه آره با آردوه آره آردوه بعد مخصوصا باید نگه دادی که قشنگ محکم بزنه شارژش کنه اما فلاسکی اون تمام شده میخوای بریم تو گریس بشینیم نزدیکی این گریس پری زنده نمیشن چرا ولی مسیر رو خوب اومدیم درم باز شده اوکیه میدونی یه اگه بخوام یه نکته منفی بازی بگیرم اینه که چه خوب نشست اگه بخوام یه موضوع منفی ازش بگیرم اینه که دانجن ها خیلی پیچیده تر میتونن بشن میدونی چه دیگه چه کوچولو بود البته این اول بازیه ما نتورک تست حتی شاید بالانس دشمن ها متفاوت باشه. آره. فرق کنه و خود حتی بالانس شخصیت ها چون خودت گفتی که پروفیت آره مثلا یکم باکتوره آره خیلی یکی از کلاس های بازی آره اوورپاورد بودش و احتمالا دویم چیزش خیلی قوضه بیش از حد قوی بود مجسم است آره خیلی طراحی بال داره آره ما تو باس فایت اول قشنگ طرف رو زدیم خیلی مستقیم باش مبارزه کردیم با این حالا یه روش دیگر رو میتونیم امتحان کنیم با ماجیکی میزنیمش حالا میترسیم هم که بمیریم البته ولی خب او بیمر خیلی قبل ضربه آخر هم میله زدی یعنی زدی از نزدیک کشتش آره خیلی ترویش مریضه یعنی آره از دور بزن آره همیشه گیه های سپم صافه دیدی چه ترویش ولی اتک اسپید پایینی داره ضرباتش همون جون زیادی میبره دقیقا دوره داری میکشی چرا نکنم خیلی بد منه فلاس که چیز داری دیگه نداری بیا این وقت آخ تموم شد اینقدر استفاده کردیم دیگه یارو فکر خبریه تو الان میخوای فلاس که مانا و انرژی تو بزنی خب بیار بارمون برف خالی بدم سوم یه نیمه خالی ای بو نه نخور بهم نخور ها از این کارا هم میکنی نه برو بچه
اینم مینی باس بود. یه شادی بعد از گولم کردیم. خب من همش میگم این شمع آیتمه ولی آیتم نیست. آره اینش یکم چیزه تو آره. خود جای دیگه‌ش هم بود. دقیقاً بعد از این حربه میتونه استفاده بکنه خیلی رو گول بزنه دیگه. فکر یه نوری روشن باشه بری سمتش هزار تا دشمن بریزن سر ذات هیچ هم نمونه. توی نیم نگاه قبلی دوتا باس زدی کشتی. خب یکی سوار اسب بود، یکی هم یه اجدابا بود. الان آره. میتونی بری پیششون؟ آره میام. اونا ما رو کشتن حتماً. آره آره. خب من الان میتونم سلامتی و استقامتم رو دوباره برم بالا. بریم سراغمون. خب اجدهای رو اومدی بزنی چی شد تو هست؟ اجدهای دور شد از همون رفتش و مبارزه نیمه کاره موند. آن گفت آدم حساب میشه. آره گفتی بابا گفتی اجدهای یه برو بابا بچه کوچول اومدی شد من. آره از اجدهای در رفت یا از گندگی ترسید رفت؟ والا نمیدونم چی بگم. چرا هم فکر کنم کشتیشونو؟ آره نیمه کاره موند مبارزه. آه الان بمیشه این رفیقمون که سوار اسبه و خیلی هم شبیه اون کاراکتر گیوبو که یه باس توی سکیرو بود که دقیقا به همین شکل پس از پشت زدی. آره هنوز هم ضربات از پشت چونه بیشتری میبره بکنم. آره موسیقی خیلی خفنی داره بازی واقعا میگیره. همون خانومیه که همیشه فکر کنم برای فرام سافر موزیک میزنه. من اسمشون یادم نیست. من اطلاع ندارم اسمش چیه. خیلی هم طرفدار داره ما بین. خیلی موزیک جزو نقاط قوت من نیست. اینجا کاوه موزیک خوب میفهمه. همیشه بررسی های کاوه هم نگاه کنیم. بررسی که کاوه زده تفاوتش رو با موسیقی میفهمم. بررسی که من زدم ما ببینی موسیقی نذاشتم. اونی که موسیقی نداره من زدم. میسم میگم 5 دقیقه وقت داریم میخوای من سریع الان برم سمت اجدها. طوری میکشیش بابا ولش کن بابا بزنش بیا برو بزنش. نه میخوام اجدها هم نشون بدم آخه 5 دقیقه که آخه اینو بیخیال. آها اینو میگفتم مثل انگار رو آبی ما الان نمیره دنباله تو میاد دو تا باز با هم میخوای بزنی یه حرکت کلکی بزنیم این اجدها رو هم بیاریم این دو تا رو بنوزیم به جون آخه نمیاد اینم اومد. مگه چیه؟ سیاست انگلیسی بود. یعنی چی؟ میگه اون باس رو بیاری میندازیم تو جون این. مگه چیه بازی؟ بازم حسابت نکرد انگار خیلی اصلا اهل چیزی خیلی حرف نمیدونه. برو پیش در حدش نیست. فکر کنم فرصت بده بازی یه بیشتر از 5 دقیقه. آره ما اون سری اون موبایلش رو ضبط کردیم هی نگاه میکرد ساعتو میگفت اینقدر مونده اینقدر مونده استرس میداد. نکن بابا نگاه نکن اون ساعتو. قد بزنه انگار. آره آره ای بابا جستشو میگیره. زیاد بزنیمش آخ الان با دهن میگیره زیاد بزنیمش پاسچرش تمام میشه و میتونیم یه دمیج سنگین بهش بزنیم. الان آتش میزنه فعلا میمیریم. همونی که گفتی تو تمام شد. مرسی تمام شد یه نه مردیم که بچه ها مرگمون هم ببینن همچنان همون افکت صوتی و همون افکت تصویری یودای دو به خاطر این مردیم که شما افکت ببینیم. بابا باسر میزدی دیگه اونجا ساده اومد اوورد ما رو سر یه چک پوینت. اون چک پوینته؟ آره چیز ظاهرش فرق میکنه چه پوینت ها؟ خدا همونی که به صلیب کشته شده ولی دستاش قطع این مجسمه هم همون مجسمه هست. خب الان میخوای بریم دوباره سمت اون پادگانه همون که این پرنده هم داره؟ اینا چجوری میزنی؟ سخته اینا هم به نوبه میخوای بگی نمیخوای بزنی؟ به نوبه خودشون هم اذیت میکنن. تو بچه اجدها رو نمیتونی بزنی؟ میخواستی اجدها رو بزنی؟ نه میزنی همین میگم. ببین خیلی کامبت رو اسبشو دوست دارم. خیلی چالش جذابی داره. مثلا تو ویچر تو می‌خواستی با رو اسب جنگی صحنه رو آهسته می‌کرد برات. فقط پری کردن. ببین چند تا پری هم زدم راضی بودی؟ آره واقعا حال داد. آره 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 برو. برو بیا فهمیم. از همون خب. مدل مرگای نادر بود. نادر دیگه افتاد پایین. نادر اومد گرفت اصلا گفت من که نمی‌فهمم. رفت جلو افتاد پایین مرد. یه جایی مردیم ما رو آورد اینجا چک پوینت یه بار فقط میتونی بری؟
اینم جالب میشد اگه محدودیت میذاشت ولی نه. چرا نیاوردم چک پوینت قبلی؟ یه جای بدی مردم که اصلا یا دور بودی؟ از چک پوینت دور باشی نمیتونی بری توش؟ اصلا متوجه نشد من کجا مردم کلا خارج از جغرافیای بازی بود انگار یه باگی بود خارج از جغرافیای بازی یهو یه چیزی از نهانش میاد بیرون ژئوپلیتیک دیگه چی داریم؟ بریم دوباره برگردیم سمت همون چیزه همون جایی که مقر این سربازا بود بریم جلو دیروز نادر یه سوال خیلی خوبی پرسید آقا کاوه شما میخوای نوت برداری به چه زبانی برمیداری؟ انگلیسی یا فنگلیس؟ منم به فارسی نهایت ترکی نهایت ما آدم داریم به چینی نوت برمیداره آقا اشتباه شده یعنی یه کاغذ بود من دیدم تمام خونه بود توش نقاشی بود فوتوشاپ آقا چه فوتوشاپی من دیدم چرا باید به چینی نوت برداری آقا اشتباه شد چرا باید به یکی به چینی نوت برداری کجا داری میری برو پیش اسبه اسبه که نصف نیمه گوشتی دیگه جونشو آه یه دانجن دیگه اگه داره اینجا برو دانجن دیگه یه دانجن داخل این مقر هست الان پاسازی کنیم یعنی همین پاسگاه این پایگاه این رفیقامون سربازه اینا شیپون مگه نداشتن آره دوباره الان میام اگه اساسینز کرید از رو اسب میپره حرکتی بود مثلا اگه یه چیزی گستاف سوشیما بودی و از رو اسب میپری و آره بعد آزاد کنی اون قدرت رو تو چیز هم هست البته تو بیشتر بازی هستش توی هورایزن زیرو دان هم بود آره اون فکر کنم شیپور بزنه این دفعه آره زرم میزنه نه اون شیپور میزنه این دفعه اون شیپور زد برو بزنش این از هر فاصله ای بخوای میزنی؟ نه بعد فاصله هم حساب کنی بعد حواست باشه که خیلی دور نشی چون چیز نیست نیستش که از هر جا بری بتونی بزنیش تو سری اساسینز کرید هم من اساسینز کرید هم دوست دارم بازیشو تو سری اساسینز کرید هم همیشه یه آدمی هست که اونجا میره چیزو میزنه آدم های بقیه رو میاره کنم بازی های چیز یوبیسافت این خیلی هست اینجور چیزی آره دقیقا آلارم رو دیزیبل میکردی؟ آره یا مثلا توی چی سابوتاج میکنی دیگه دقیقا توی بازی گوست ریکان آره اونجا هم بالا سرشون سه تا خط وایفایه اگه اشتباه نکنم اول نزنی کل مپ میان اونجا دانجنش کجاست؟ دانجنش یه جای مخفیه که پله میخوره میره پایین چقدر عصبیه این رفیقمون بهش برخورده اون داره زب میکنه بله اونجا رو نگاه میکنم کامپیوتر کپچره با خود پلی استیشن نمیشد زب کرد نمیذاشت اجازه نمیداد باره این با کپچر زب کرد سگه گناه داره خواه از پشت عکس داری میگیره تا حالا اینقدر ازم عکس نگرفتم خب اصلا نیم نگاه یه حس متفاوتی دارم ببین یه دانجن اینجا بود باید بگردم پیداش کنم که آها ایناش آخ بابا بی خیال یه سلاح دیگه هم بردار آره یه سلاحی که برداشتی نشون بده سلاحش هم چون سلاحی مختلفی داره یه لحظه فکرم تموم شده باید نمون نشد نه تموم نشد و این کامبت آرتش چیزه کامبت آرت که هم اش اضافورش همین که الدور میزنی اینه که یه حرکت انگاه اتک اسپید سریع تری داره آره بعد استان هم میکنه یعنی خیلی پاسچر دشمن رو سریع تموم میکنه اوه چه دانجن همه ای دانجناش یه باس مینی باس آره، یا باس تهش داره البته این دانجن نیست یادم رفت این یه آیتم مخفی ای دانجن باختیم آه یه اش اضافوار برامون داشت که میتونی بری توی گریس اونو بذاری رو اس رو سلاح تعبیه کنی و دمیج بیشتری بدی به دشمن سوت میزنه اسب از تو جیبش میاد خیلی اسب واقعا نجیب آره خیلی اسبی که شاخ داره نزن
اینجا یه چیز میاد الان، یه نه از این جاینت ها میاد و چند تا تیرکمون جاینت؟ یعنی یه قول بیابونی الان اینجا میپرمه پایین. خب به چی میشه؟ و میفته دنبال ما دیگه. من الان اینو باید بکشم بیرون از اینجا خب و تو فضای باز باش بجنگم، چون اینجا ما یه سری کماندار داریم. اینا همین قول بیابونی هن که این کالسکه هایی که توش لوت ارزشمند داره رو میکشن با خودشون. کاش بیاد بیرون طرف. یه باگی هست که طرف این لای در میمونه. بعد این نزدیک اومد. خب. باگ دیدی تو موقعی که بازی می‌کردی؟ خیلی کم. آره. خیلی کم. پری شب یه باگ دیدم، یه سری باگ دیدم. خب. پلی‌استیشن 4 هم من بازی می‌کردم دیگه، خیلی تک و توک بود و واقعاً آپتیمایز چیزش، بهینه‌سازیش واقعاً تصمیم برانگیز بود برای پلی‌استیشن 4. لودینگ‌هاش هم خیلی سرعت خوبی داشت. کلا نظر فنی واقعا یه جهش قابل ملاحظه حساب میشه برای بازی‌های فرام سافر. مشخصه که یه بودجه خیلی هنگفتی هم براش در نظر گرفتن و خیلی هم خوب داره جواب میده واقعا. واقعا فوق‌العاده است. فوق‌العاده حال خیلی خفنه از نظر فنی. بحث کلا لودینگ، حالا درست SSD خب تاثیرش غیر قابل انکاره. دقیقاً. اما بازی مثل گوست آف سوشیما که روی پلی‌استیشن 4 اومد 5 ثانیه 4 ثانیه لودینگ داشت، ثابت کرد که بقیه شرکت‌ها چقدر سر ما کلا گذاشتن. مثلا ما بازی داشتیم 2 دقیقه زمان لودینگش بود، یعنی میتونستم بهینه کنم ولی این کار نکردم، راه راحت انتخاب کردم. چون گوست آف سوشیما با اون ظاهر فوق‌العاده بود، خیلی عجیب بود واقعا. امروز چیکار کردم با سیستم گرافیکش بود چون نمیدونم استامینا تموم شد. ما 5 دقیقه است ما همچنان داریم بازی میکنیم. آره این الانش بندازمون بیرون. آره. امیدوارم بتونیم اینو بزنیم بعد بیافتیم بیرون. آره. از سروراش. صدا قطع شد. صدای بازی قطع شد. رفیقمون صداش رفت. نمیدونم حالا. شاید بخاطر سرورها قطع دارن میکنن. آره دارن دیگه چراغ یه چیزی گفتم. دارن چراغا رو خاموش می‌کنن سرورها. آره. بابا بزن چرا استامینا تموم میشه خدایا. از تبری کلا استامینا تو تموم نمیکنه. آره. چون هی داج هم میکنی سمتش. استامینای اسبش با خودش یکیه. دقیقاً آره. حالا چه رابطه‌ای بینشون هست نمیدونم. ولی بازی خیلی منو جذب کرده. من خیلی نمیش. من به شدت فقط نمیش. فلاس که اونم تموم شده. خب خدا رو شکر. حد دور رد و برقی، فوتی، توفی مثلا. دومی میزنه حتما. چرا پری میکنه؟ نه. فلاس که جادو اونم تموم شده خدا رو شکر. رو دشمنه زده بودی دیگه. چقدر هم کم شده. زئوس صرفا بوسش میکنه طرف ها. آره زئوس. چیزی از زئوس ندیدیم. چیز زد آجوره رفت هوا. آجور. خودم میگم زئوس، حالا فرنا این زئوس تو بازی نیست. آره میدونم گادافار نیستش، زئوس مرده. من مریم اینجا بود دارم کچل هم بود. کچل هم بود. مریم خاجری زامبیه باش آشنا هستین. زامبیه گادافار. یه جامپ اتک. آره با نمایشی بزن. نمایشی یه بوست کنه. میگه از اکی حق بایست ماینو با قدرت خسته نباشم واقعا. گفتم اون بوسه. ممنونم خیلی. به میازاکی اینجا کاری نبود. خودت این کاری کردی. غرورم واقعا. یه درس اخلاقی داشتیم لحظه. واقعا اشتباه. فکر از ضربه آخر مونده فقط. یه ضربه یه متر جلوتر فرید. آره یه ضربه مسئله داشت. آه من پیشم نشون میدی؟ آره راست میدی. من اینجا یه مپ فرگمنت باید پیدا کنم، نمیدونم پیدا کردم. مپ چجوری آزاد میشه؟ گریسا رو میگیری زارم. آره بیاد. آره مدل دیگه یه گریسا رو که پیدا میکنی مثل این بازی آر پی جی هستش که یه مکانی رو دیسکاور میکنی. خب. حالا میتونی اینجا فست ترول بکنی. یعنی دقیقاً همونطوریه. فست ترول از خود گریس بعد انجام بدی دیگه. نه همینجا پیاده داری راه میری میتونی فست ترول انجام بدی و بخوای مپ رو کامل بکنی باید بری تکه های نقشه رو از گوشه گوشه نقشه از گوشه گوشه دنیای بازی پیدا بکنی. آه تکه های مپ رو. آره که مثلا بدونی این جغرافیای این قسمت مثلا چجوریه، مثلا کوهستانیه برفیه چجوریه. خیلی باز خیلی گیراست، دنیای گیرایی ساخته. سمت راستم برو. آره بریم اون بر.
آره برو پیش اون درفت کنم بین راه دیگه تموش. آره. نظر کلیت در مورد الدن رینگ چیه؟ الدن رینگ. من خیلی خیلی دوست دارم، خیلی راضیم بازی. فکر اصلا انتظار نداشتم که اینقدر خوب دیزاین بازی های فرام سافه، همون یه دنیایی که تو باید هی توش بچرخی، هی با کنجکاوی خود جاهای مختلفش رو پیدا بکنی و بازی به کنجکاوی تو جایزه بده. اصلا فکر نمی‌کردم که اینقدر خوب این دیزاین با طراحی و فلسفه و اسکلت طراحی اوپن ورلد جواب بده. اونا شمشیرن تو زمین. این حس میکنم یه ادای احترام به مانگاکای برزرک باشه که فوت کردش چند روز پیش. طرفدارا حالا 100 درصد بهتر میدونن. مثلا اینکه یه ادای احترامه. حالا من برزرک رو دنبال نکردم. تو میخونی مانگاشو؟ من نه نخوندم. خیلی خفن هستن. انیمه‌شو دیدم، فقط چند قسمت اولشو دیدم. اونم قدیمیه رو، نه آرکش. جدیده؟ آرکت آره درستش کردن. جان. بسوار. او دشمنات هم رو اسب هستن آره. بینشنی دشمن عادی تام. آره. اینا فکر کنم تارنیشت باشه. خیلی جالب صدای بازی قطع شده. اگه صدای بازی نمی‌شنی فقط صدای ما رو می‌شنی به خاطر این فکر. آره چرا رفت صداش؟ بی حال نکرد باشه. فکر کنم یه باگی باشه حالا. بعضی بازی اکوسفن. دبعی. آره. دلم نمیاد بهش حمله کنم. یکی دارم صدا می‌کنه. اوه. یکی اینجاست مثل اینکه فوش داره میده. اگه گرگست بگو چون صدا هم نمیاد، من نمیدونم کی داره صدا هم میکنه. برخواه بازی نتورک تست. آره. طبیعیه که یه عالمه باگ داشته باشه. خود بازی شیشه اسفند عرضه میشه. آره. امسال شیش بود یا سه بود؟ شیش بود؟ شیش بود فکر کنم. آره. یا شاید هم سه بود نمیدونم، من معصوم نیستم. خب 25 فوریه 2022 عرضه میشه که میشه همین امسال در هر حال. برو مستقیم. ای از اینا که فلاس پر میکنه. فلاس. این فلاس که چی پر میکرد؟ یه اش اصافوار بهمون داد. دمشگیم. ای فلاس پر نمیکنه. سعی کنه. نه یه اسکیل همون کامبت آرت بهمون داد. خیلی خوب بود. اونا کن چی لاتی داره میاد باز. کی تو؟ اونا خیلی گردن کلفته بد بدن، یعنی خیلی چغلن. داداشی ها رو جمع کرده. آره دقیقا. دوارش برو بابا. من واقعا دوست دارم قبل از اینکه سریال تموم شه بدونم اون تاش خبره. الان میرم به اون درخت نمیرسیم چون قبلش از این دیوار نامریا گذاشته. آره خیلی یه جاهایی دانجن هم نداره اینجا. این و دانجن فکر کنم احساس میکنم ایده ای نداری. اینجا رو گشتم ولی دانجن خاصی پیدا نکردم. خب این چیه بای تو برعکس به چرخ برسی بهش. با سرعت یک ثابت داریم دنبال هم میریم، هیچ کنون من به هم نمیرسیم. با سوال فیزیک میشه ترکت از این لحظه. سوال فیزیک نها کن اون اسب داره ولی تو خرسب داری. دقیقا نها کن این چه اسبیه تو رو خدا شبیه مغولان تو بازی چیز گستاسوش. من گستاسوش من خیلی دوست دارم. ای هی میگم اسمشو به خاطر این نیست که سولزار بازی نکردم، بلاد بورن بازی نکردم، به خاطر این اونا رو بازی کردم تا دلتون بخوادم بازی کردم. ولی کلا جفت اون ارادت خاصی به گوست. آره گوست جایگاه اونو نگاه کن چی لاتی اون بالا وایساده. وا شیپون اونجوری وای نستا. این دو تا چیز اندو این دو تا همون آره یکیشو نتونستی بزنی به نظرم. رچ خودت رچ. نه نه اون چیزی که داره حمل میکنه با ارزشه. اه نمیتونی بازش کنی؟ چرا؟ نمیان سراغ. اه با اون رو بگوشیم حتماً. چرا باز میکنی؟ دیگه عقل سازنده به اون نرسیده بود که میشه مخفیانه هم رفت. اینا این داداشی ها رو جمع کرده. چه دسته ایه آره؟ چه دسته ایه اینجا؟ این الان دوباره با مشعلش ما رو فریز میکنه. تو قیافه هم آدمت قیافه داره؟ بله الان بریم ببینیم. آره باشن. آره برو یه جایی دور صورتش هم میشون بده. رفیق اون رو بگم ناکار کنم. رفیقت ناکارت میکنه مسلما این میخوای بمیری بگو بالاخره. یه گزینه ای که اینجور بازی ها در اساس خیلی سریع میذارن هر وقت بخوای میتونی ببینیم. میاد دنبالمون بلش کن صورتش نشون بده ببینم دیگه جنگیدیم به قدر کافی. اونا هم دارن میرن. خب خب ای شبیه منه وقتی موان بلند میشه. آره چرا؟ چهره چهره کارکتر چرا اینجا برای شبیه منه؟ چی شده؟ چه شبیه منه؟
چرا شبیهته؟ چه میدونم با این چیز دیگه. خب جالبی که داره اینه که چهرهش روح داره، اینم خب به دنبال همون بهبود واضح گرافیک بازیه. مثلا تو بلادبورن که میدیدی خیلی چهره طرف مثلا خشک و اینا بود، حالا تو سکیرو کاراکتره از اول طراحی شده بود و مثلا تو آخرین ساخته فرام سافتور که تو میتونستی داخلش کاراکترتو بسازی خیلی چهره خشک و بیروح و اینایی داشت. خب الان ببین در حقیقت این ارتش که این پشت داشت داره میاد تله اون چیز جلوه، اون دوتا اونو دارن میکشن که ما رو توجه اونو جلب کنن؟ نه چون اونو وقتی اون دوتا رو داری میزنی اینو میرسن دیگه. آه راست میگه شبیه دوست دریاییه بعضی. آره دوست دریایی کارایی. ای جادوگر داره، جادوگر یه یعنی میج هم دارن کجاست؟ اون بره نه. آره اوف. آه در باره جادو هم میشه گفتش که خیلی تو این بازی تاثیر جادو روی گیم پلی به شکل فزاینده و به شکل خیلی قابل توجهی بالا رفته. تو بازی قبلی سورز زیاد تاثیر چندانی نداشت تو گیم پلی و کلا کلاس های میج خیلی قدر ندیده بودن انگار، قدر ندیده آره زیاد توجه نمیشد بهشون، ولی تو این بازی دیگه قشنگ مشخصه که تمرکز ویژه‌ای رو روی نگرش های مبارزاتی با استفاده از جادو گذاشتن. یه کلاس به اسم Enhanced Knight داره که اونم خیلی روی جادو استواره حرکاتش. با اون یکی سلاح هم بجنگ دیگه مینی همه داد میزنن ریج میشن. آره یه بتل کرای بود تو اسکایریم یادم اون حرکت هم میمکن. ها این خیلی انگار چیزش دستت نیست دقیقا بعد کجا اتکو به وارد کنی. مثلا این چیز خوبیه دقیقا اول دیگه واسه چیم با هر سلاح چرا من این کارو میکنم؟ هیچ نمایش ادا این بده. اولین نیم نگاه چی میگو جوان است تو جوه نام گیرد اینو با حب بزنم دیگه بابا. تو میخواستی این کار رو اون باز کنی، هنوزم باورم نمیشه یک چرا یک ضربه مونده تو فوش میدادی به یارو میمرد. این هم دنبال چی میکردن؟ یک دعا میکنه. آها اینجا هم خیلی جالبه، یه دونه چیز به نظر میرسه چی میگن؟ آها یه سری خرچنگ هم اونجا. خب یه دونه به نظر میرسه ولی وقتی میری یه ده تا میشن. این چی؟ همشون از زیر آب در میاد. اوه اون توی دارک سولز 3 یه لوکیشنی بود به اسم رود آف سکرفایس، خب که جنگلی بود پر از خرچنگ بله بله. بود دقیقا این همونه طراحیشون، آدم حس میکنه دقیقا از همون لوکیشن اومدن. و این نارو میتونی بندازی به جون هم اگه ببری نزدیک میتونن همدیگر بزنن، ولی خب نزدیک نیست. این همون کاری که میخواستی با دوتا باس کنی. جالب میشده دوتا باس رو میخواست بندازی جون هم. مگه اینجا کجاست؟ مگه تو چه بازی هستیم ما مرد حسابی؟ بیایت نه بزن دیدی هم دیگر دارم میزن آه کشت نگه نمود فکر کنم میشه این کار رو انجام داد رو باس ها شاید بشه ها بزن هم دیگر داره زب میکنه چشم ترسیده دیگه اگر شو بخوای یک ساعت زب کردیم پرید یعنی آه صبح ساعت 6 و ربع پاشد آمدم نیم نگاه ببین قطع نشد فکر کنم تا 9 و نیم وقت داریم خیلی خوبه. چیش خوبه بابا خسته میشن دیگه آره یه جمع‌بندی کنیم پرنده جمع‌بندی که ببین چیزی که وجود داره اینه که بازی با این که همون گفتیم دیگه همون صحبتی که تو بازی میازاکی خب و کلا تیم فرام سافتور همیشه سختی رو به دو قسمت تقسیم کرده دیگه، سختی راه تا چالش هایی که در طول مسیر طی میکنی که مثلا به نقاط ذخیره و چک پوینت مربوط میشه دیگه. دیدی میگی نیم ساعت راه میری تو دارک دیوار نامرئی اینه. آره آره اینجا نمیتونی بری
یه سختی استقامتی داشت و یک سختی مبارزات. سختی استقامت رفته رفته تو بازی میازاکی کمتر شد، توی سکیرو هم کمتر شد. تو قبل از هر باسی یه نه بونفایر داشت، حالا اسم بونفایر فرق کرد تو سکیرو. اینجوری نبود که تو مثلا یک ساعت یه مسیر رو بری بعد بمیری دوباره برگردی به یک ساعت قبل. تو سکیرو هم کمتر، خیلی کمتر شده بود و توی این بازی هم به وضوح مشخصه که اومدن این قضیه رو کمتر کردن، خوردش کردن، پخشش کردن. سمت چپ اسکلتا آه میمونه اینا، اینجا یه دانجن دیگه هم بود. این میمونه؟ آره اینجا یه دانجن دیگه هم هست. و سختی اصلی همچنان چالش و اون سختی اصلی همچنان روی مبارزاته و طرفدارا نباید از این قضیه نگران باشن. حالا شاید به نظرشون برسه که یه سری عباس ها آسونن، ولی اصلا اینطور نیست. بازی هنوز اون چالش خاص خودشو داره، هنوز سنگینه از این نظر و 100% راضیشون میکنه. خیلی اثر بزرگیه از نظر مقیاس، از نظر بودجه، از همه نظر. حتی تو تبلیغاتش هم ببینیم یه بزرگترین اثر تیم فرام سافتویر آره که توسط جورج آر مارتین و هیروتاکا میازاکی ساخته شده، همیشه بزرگترین اثر رو میارن. من حس میکنم پرفروش‌ترین بازی فرام سافتویر بشه، خیلی بازی پرطرفدار خواهد بود و حس میکنم که افراد بسیار زیادی رو به ساخته های میازاکی جلب میکنه. افرادی که از به قبل اصلا تجربه نکرده بودن این بازی ها رو، ولی مثلا خیلی ویچر رو دوست داشتن، خیلی اسکایریم رو دوست داشتن، بازی این سبکی دوست داشتن، رو احتمال خیلی زیاد جلب بکنه. و ما بین بازی 2022 من خیلی بهش امید دارم. تمام باشه حرف بزن. ساموراییه بکنم. آره فرند آره. من خودم بیشتر با فضای اینجوری ارتباط میگیرم، یعنی شوالیه تور، دارک سولز تور اینا. دقیقا. ولی خب خیلی هم فضای سکیرو رو دوست دارن. آره مثل خودت. آره ببین سری سولز، سگانه اولی، سگانه سولز و بلاد بون یه فانتزی به شدت غمناک و حماسی بود دیگه. خب خیلی غم و سنگینی جوش حاکم بود. من خیلی بازی‌های حماسی و پر جوش و خروش دوست دارم. سکیرو اینجوری بود و الدن رینگ هم دقیقا همینطوریه. تو از دقیقا موزیک منوی بازی رو میشنوی کاملا آماده میشی برای سفر به شدت حماسی. خب منتظر شدم. اون شدت غم و اندوه و افسردگی سولز رو نداره. خیلی یه فانتزی به شدت اپیک خواهد بود. این حس من آره. من خیلی حماسی و جذاب میشه. میخوای خودت هم یکم بازی کنی؟ من نه. من اولش اگه بری اینجا اون یارو ام پی سی رو میخوام بزنم. میتونیم ببریم اون اول بازی ام پی سی رو مخم هم بود. میخوای بریم فست ترول کنم؟ آره برو ام پی سی رو مخم منه. همینجا چون دیروز هی چیز میکرد، چی میکرد؟ هی حمله میکرد، ما تا میومدیم میکشت. اینجا نه ببخشت خیلی مونه. این بعدی هست، فرست استپه. لودینگاش هم سریعه. آره ولی خب بحث آنلاین بودنش هم هست دیگه. الان اینترنتمون قطع بشه میافتیم بیرون. آره از سرور میندازه بیرون. این یارو نه بزنیم. آره آره فکر کنم بکشه این دفعه. بزنم نه لاک آن نمیشه، هنوز دشمن نشده. بزن یه دونه رو قبول داره، داره هی اختیار میده فکر کنم. الان گفت خب خیلی خوب دیگه. اوه بزن. عجب پری کردی بابا، استاد پری. خیلیش وای نشد منو کشت. کشت ببین وقتی خواستم دوباره پری کنم نشد. اصله رو میبره به عقب وقتی داره میخواد دستشو بیاره، فکرم اون لحظه باید بزنیم. آره الان بیایم دوباره اون فریمش، میخوام با پری بکشمش. آره. منم چجوریه پریش. آره. نسبت به پریش خیلی اون سری های قبلی بازی ها. آره. یه باس داره، باساشو خیلی خوب میشه پری کرد. اونا خیلی حال میده اون پری میکنه یو اینا به این دیگه قفلی میزنه رو تو. آها ای وای بابا یک یکم وایسا. چرا چیز نمیکنه؟ چرا نمیکنه تو؟ آها الان چرا؟ آها چرا نمیتونه بزنم؟ تایم فریمش خیلی کوچیکه بکنم. آها الان میفهم. احسنت. آره آره
این بزن قدش رو قدش باری بابا ها میگم با پری میشه زد آموزش داره میگه این برام ساله خیلی وقت اینجور بازی بازی نکردم بابا ممنونم بزنم متشکرم یعنی هم پری اگه براتون سوال بود پری چجوری میکنن اینجوری میکنن یه خوشحالی بعد گولم بریم خب آقا نظر کلی در مورد بازی رو گفتی پس تو این بازی پیش خرید میکنی اگه پولش دست هم میاد 100 درصد رو پلی استیشن 4 یا قصد داری که مثلا یه کنسول نشاید بگیری یا رو پی سی یا پلی استیشن 4 یا پی سی دیگه تو پی سی ریژن استیم من ریژن آرژانتینه قیمتش اوکی تره دیگه خب و رو ریژن آرژانتین 30 دلاره مثلا که در حال حاضر خب پیش خریدش آره پیش خریدش 30 دلاره و چیزی که من الان دیدم و شناختی که از فرام سافتور دارم من سکیورو هم پیش خرید کرده بودم و فوق العاده راضی بودم ازش اینم 100 درصد در اولین فرصت حتما پیش خریدش کنم چون واقعا اثر ارزشمندی به نظر میرسه و با توجه به شناختی که دارم واقعا مطمئنم که اثر خیلی خوب میشه من خودم که الان هم تو بازی میکنی هم خودم یکم گرفتم دستم به نظر بازی که دوست دارم بخرم و تجربهش کنم ولی سکیورو من خیلی به من نساخته بود کم بازیش کردم و حالا امیدوارم که خوب در بیاد اما فضاش فکر کنم بیشتر اما هنوز 5 ماه مونده و این نتورک تست تازه و بازی به نظر خوبه 5 ماه یا 3 ماه چم ماه اسفند صد زمان من خیلی دیر نیست اگه برات 4 ماه آره 100 روز مونده 105 103 روز فکر کنم مونده دیگه 3 ماه و آره 3 ماه خوب سر صبح نیم نگاه سر صبح واقعا سخت 5 ماه گفتم زمان من یکم دیر میزنه خب حرف پایانی هیچی خیلی خوشحال شدم واقعا ما خوشحال شدیم ممنون که اومدی آره خیلی کیف داد و هیچی دیگه بچه موقع خودشون باشن خیلی دوستشون دارم واکسن حتما بزنن واکسن فراموش نشه آره خیلی خوبه و امیدوارم دوباره ببینمتون مراقب خودتون باشید خداحافظ اگر ویدیوهای ما رو دارین توی کانال یوتیوب تماشا میکنین اون سه اصل مهم رو فراموش نکنید لایک، سابسکرایب و دکمه زنگوله شکل برای دریافت اعلان ها مرسی که با نیم نگاه ما همراه بودین تا یه نیم نگاه دیگه خدا نگهدار.